به شم هشم. پاراشه این هفته پاراشه کیتیسا هست. یکی از پاسوخها در این پاراشه می فرماید که هشمید ورخ می فرماید و ریحمتی ات اشر ارحم، من رحم می کنم بر کسی که شامل حال من بشه. یک فرد زحمتکشی تو شهر الاد در نزدیکی شهر پتختیکوا زندگی می کرد که یک مینی مارکت داشت. تو یک روز روشن و بدون هیچ هشدار قبلی این شخص فوت کرد. زن جوان بیوه از اونجا که سررشته تو کار و تجارت نداشت ناچار شد که مینی مارکت را بفروشه و با پولی که دریافت کرد چند ماهی تونست خرج خودش و بچه های یتیم کوچیکش را تامین کنه. به تدریج یخچال خالی شد و وضع مالی ناخوشایندی اونا را داشت تهدید میکرد. این که نمیتونست پول آب و برق و گاز را بده شبها خواب را ازش گرفته بود و نگرانی زیادی برای آینده بچه هاش داشت آزارش میداد تا اینکه یک فکری کرد. یک روز سوار اتوبوس شد و به یروشلایم مسافرت کرد. بعد از جستجو به منزل هراب عبادیه یوسف زخر صدیق و لیمرخا رسید. دیر وقت شب بود ولی اون زن اونقدر در زد تا اینکه یکی از آدمای اون منزل درب خونه را باز کرد. اون زن توضیح داد که از شهر الاد اومده تا با جناب راو صحبت کنه، ولی اون مرد با خیلی ادب زیاد گفت که جناب راو الان مشغول تورا هستن و تو این ساعتهای دیر وقت کسی را نمیپذیرن. اون زن بیوه زد زیر گریه و گفت که بیوه است و احتیاج به کمک داره، بنابراین کنار در میسته تا موفق بشه با جناب راو صحبت کنه. به ناچار اون دستیار حراب اومد پلو ایشون و موضوع رو تعریف کرد. جناب حراب اومد یوسف به محض شنیدن این حرف که یک بیوه بیرون در ایستاده گفتند که فوراً اون را بیارن تو. بعد با مهربانی ازشون پرسیدن که دخترم چرا گریه میکنی؟ اون بیوه تمام قضیه را از وقتی که شوهرش فوت کرده بود تا الان توضیح داد و گفت که قادر نیست آب و برق را پرداخت کنه و حتی نمیتونه برای شبات برای بچهاش گوشت بخره، بچه ها لباس ندارن، شبا از سرما میلرزن. حراب اومدیه با شنیدن این حرف ها شروع به اشک ریختن کردن و بعد از چند دقیقه گفتن ناراحت نباش، به یاری هشمید برخ من بهت کمک میکنم، ولی از تو میخوام هیچ چیز به هیچ کس درباره این موضوع نگی. اول هر ماه بیا پلوی من و من یک پاکتی که توش یک مبلغ قابل توجهی میذارم توش که برای خرج یک ماه تو و بچه هات با سربلندی کفایت بکنه بهت میدم. زن جوون اشکاش را پاک کرد و از صمیم قلب تشکر کرد. 7 سال تموم این قرار پایدار بود و هر ماه اون میومد به منزل حراب وادیا و به همراه پاکت پول از ایشون برخا هم میگرفت و راهی میشد، تا اینکه با فوت جناب هراب عبادیه یوسف زیخرانان برخا چلچراغ یهودیت با فوت جانگداز ایشون خاموش شد و همه ما را یتیم باقی گذاشت، ولی درد و غم اون بیوزن دو برابر دیگران بود. روزها سپری شد و دوباره اون ایام تنگناییش رسید، روزایی که به خاطر نداشتن و نتونستن پرداخت برق دیگه نمیتونست بخاری برقی روشن کنه و بازم پولی برای خرید لباس و خوراک و گوشت برای شبات وجود نداشت. دوباره یک صبح اون بیوزن سوار اتوبوس شد و رفت به یروشلایم. این بار رفت سر قبورای حراب وادیا و با عشق تهیلی میخوند. بعد گفت ای پدر، تا وقتی که شما زنده بودید هر ماه به من یاری میرسوندید و الان که ما را ترک کردید دوباره من پولی برای خرج خونه و خورد و خوراک ندارم. اینطور دقیقه های زیادی در دل کرد و گریه کرد و بعد برگشت به خونه. از فرط خستگی رو کناپه تو سالن خوابش برد تا یک دفعه حراب اومد یوسف زیخران و نورخان را به شکل خیلی نورانی تو خواب دید. ایشون با همون لحن مهربون بهش گفتن دخترم گریه نکن، همونطور که تو اون دنیا کمکت کردم اینجا هم من از اینجا هم بهت یاری میکنم. روز پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر توی سالن بیت اسرائیل در یروشلایم یک بریت میلا انجام میشه. به اونجا برو و به یکی از مهمونها به اسم شالوم سعدون بگو که
خراب آبادی ها خواسته که هر ماه به تو کمک مالی بکنه. اون بیوزن از خواب پرید ولی با خودش فکر کرد چون از زیارت قبر خراب آبادی ها برگشته، این فکر راست که باعث این خواب شده و رفت خوابید. نیمه های شب دوباره اون دقیقا همون خواب را با همون پیغام از خراب دید. این بار مطمئن شد که خواب درستی دیده. شلوم سعدون یکی از آدم‌های بسیار ثروتمند و معروفه و در این حال با خدا هست. روز پنجشنبه اون زن ساعت 10 صبح تو یروشلایم بود. بعد از پرسجو اون مکان را پیدا کرد و ساعت 12 اونجا بود. یه ساعت بعد مهمون‌ها رسیدن و اون زن سراغ شلوم سعدون را گرفت و بهش رجوش دادن. و وقتی که به نزد ایشون رسید ازش خواهش کرد که یک چند لحظه میخواد خصوصی باش صحبت کنه و به صورت خلاصه داستان را برای شلوم سعدون گفت و بعدش گفت جناب حرم آبادی یوسف تو خواب به من ظاهر شدن و برای شما همچین پیغام میفرستدن. آقای سعدون با شنیدن این حرف شدیداً شوکه شد و قش کرد و افتاد روی زمین. تو همین حال مهل رئیس یشیوای مشهور اورخیم در یروشلایم جناب هراب روون الباز شلیتا ایشون وارد سالن شدن. در این چند دقیقه ها سعدون حالش کمی بهتر شده بود و از اون خانم خواهش کرد که دوباره اون خواب را برای هراب الباز هم تعریف کنه. بعد از اینکه حرفای اون زن تموم شد شلوم سعدون گفت چند روز پیش من هم خواب استاد محبوبمون جناب خراب آبادی ها را دیدم. ایشون تو خواب به من گفتن شلوم روز پنجشنبه برو به تالار بیت اسرائیل، یک زن بیوه میاد پهلوت و از تو میخواد که بهش کمک مالی کنی. تا وقتی که من تو این دنیا بودم من اون را یاری کردم، الان تو بهش کمک کن. و با وجود اینکه من اصلا اینجا دعوت نبودم، امروز اومدم اینجا و وقتی حرفای این خانم محترم رو شنیدم از فرط هیجان من تاب نیاوردم و قش کردم. بعدن سعدون از زن بیوه پرسید جناب حراب ماهیانه چه مبلغی بهت کمک میکردم؟ اون زن گفت 4000 شکل. شلوم سعدون گفت از امروز تو 4000 شکل از طرف حراب و یوسف دریافت میکنی و 4000 شکل دیگه هم از طرف من. حخامیم همونطور که در گمارا نوشته شده چشمان و محافظای قوم اسرائیل هستند. در وظیفه ما هست که قدرشناس باشیم و همونطور که در گمارا فرموده قدرت افراد صدیق بعد از فوتشون به مراتب بیشتر از موقع زندگیشونه. شبات شلوم.